طرز تهیه کتلت گوشت. رسیپی این غذای خوشمزه را تقدیم می‌کنم به تمامی دوستداران کتلت ایرانی گوشت، خصوصا دوست خوبمان آقای بن عزیز. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. حالا میریم با هم این کتلت خوشمزه رو تهیه کنیم. ابتدا 4 عدد سیب زمینی پخته رو رنده میکنیم و به کاسه بزرگی منتقل میکنیم. 1 کیلو گوشت چرخ کرده رو هم به ظرف اضافه میکنیم. سپس 1 عدد پیاز متوسط رو رنده میکنیم و با دستمال تمیزی آبش رو میگیریم و مجدداً به کاسه منتقل میکنیم. تخم مرغ به مواد اضافه میکنیم. حالا نوبت اضافه کردن ادویه هاست. 1 قاشق غذاخوری نمک، به علاوه 1 قاشق غذاخوری فلفل سیاه، به علاوه 1 قاشق غذاخوری دارچین، به علاوه 1 قاشق غذاخوری زردچوبه و در پایان 1 گرم زعفران رو با هم مخلوط کرده و به مواد درون ظرف اضافه میکنیم. تمام مواد رو با هم مخلوط میکنیم، ورز میدیم تا به 1 ترکیب 1 دست و منسجم برسیم. بعد با روکش نایلونی روی ظرف رو میپوشونیم و به مدت 1 ساعت درون یخچال قرار میدیم. این کار باعث میشه که مواد گوشتی طعم لذیذتری هنگام سرو کردن پیدا کنن. از 1 ساعت مایه گوشت رو از یخچال بیرون میاریم. به مقداری آب ولرم و 1 پیمانه آرد سوخاری برای غلتوندن مایه گوشت قبل از سرخ کردن نیاز داریم. تکه ای از گوشت رو برمیداریم، کف دستامون رو با آب ولرم نم میکنیم و شروع به شکل دادن گوشت میکنیم. تقریبا کتلت رو به شکل مثلث متساوی و ساقین در میارن. سپس 2 طرف کتلت رو در آرد سوخاری میغلتونیم و کنار میذاریم.
سرخ کردن کتلت هاست. قبل از اینکه شروع به سرخ کردن کنیم، حتما باید روغن درون مایتابه کاملا داغ شده باشه. سپس یک به یک خمیرهای کتلت رو به ظرف منتقل میکنیم. کف‌های ایجاد شده از گوشت و خمیر گوشت رو از روی روغن برمی‌داریم. وقتی که یک طرف کتلت سرخ شد، به آرامی سعی میکنیم که با کفگیر و یک چنگال تمیز کتلت ها رو برگردونیم تا اون قسمتی که سرخ نشده کاملا سرخ بشه. بعد از اینکه دو طرف کتلت ها کاملا سرخ شدن، اونها رو به ظرف تمیزی منتقل میکنیم. کتلت امروز ما آماده شد. از شما دعوت میکنم چنانچه تمایل به آشنایی با دستور غذای شیرینی داشتید، حتما در قسمت کامنت با ذکر نام خود قید کنید. سعی میکنم ویدیویی از خواسته شما با ذکر نام شما تهیه کنم و اون را تقدیم کنم. دوستان، تا ویدیویی بعد، روز و روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.